ما در دنیا از امور دنیوی انسان بیننده اتفاقاتی که در دنیا میفته مصیبت‌هایی که میاد بلاهایی که میاد چیزهای ناگواری که میاد سیل میاد زلزله میاد اتفاقاتی که اصلا دست ما نیست و چه با ما تصور اونو نداشته باشیم یه ویروس میاد یه بیماری میاد تاون تا میاد وبا میاد بیماری الان اومده انسان بیننده که در گذشته نبودن اصلا به مانند ایدز بیماری ایدز بیماری در واقع سرطان بیماری که اصلا دارویی برای درمان قطعی اونها پیدا نشده اصلا درمانی ندارن و اونگونه که رسول الله صلی الله علیه و آله از جانب در حدیث است آیات قرآن و آموزه های دین ما دارن به ما نشون میدن اگه در قومی فاحشه در میان بشر انتشار پیدا کرد و عمومی شد و قبه اون از بین رفت الاز بالله فشا و فاحشه و زنا علی الله. بالله اینقدر قبیه هست این, این امر ازانو بیننده که الله مطالبه ما میگه نزدیک بهش نشید و لا تقرب و زنا نه اینکه به سمتش نرید اصلا نزدیک به اون نشید یعنی تمام مواردی که باعث میشه مقدماتی که باعث میشه شما الیاز عزو بالله تو این عملش در واقع زشت بیفتید از اون دوری بکنید الا تقرب و زنا رسول الله صلی الله علیه و اگر فاحشه انتشار پیدا بکنه خداوند متعال بیماری هایی رو میاره که اصلا در گذشتگان شما نبوده بیماری هایی میان امراضی میان که اصلا در گذشته های شما نبودن و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله اون که رسول الله میگه در واقع به وقوع میپیونده و الان بیننده ما با بیماری هایی در کشوری مثل کشور ما متاسفانه به نام سیغه فحشا عمومی شده و آمار ایدز رفته بالا و آمار بیماری, ها بیماری, هایی که در نتیجه این عمل قبیهه کلاه شرعی به اون پوشنده شده و سیغه رو در واقع که همون فحشا هست هیچ فرقی نداره هیچ فرقی نمیکنه اما اومدن آقایون کلاه شرعی بش پوشوندن پس اینا هزان بیننده در واقع ترس از کرونا و این بلاها و مصیبتها باعث میشه که ما ازش فرار کنیم اما الله متعال به ما چی میفرماد؟ ففر الی الله به سمت خداوند فرار کنید و تفاوتی که فرار به سمت الله هزان بیننده داره اینه که زمانی که ما از الله ترسیدیم یعنی تفاوتی که ترس ما از الله با ترس از چیزهای دیگه داره ترس از اتفاقات ترس از مخلوقات ترس از درنده ها حیوانات درنده که چه بسا ما از اونا بترسیم ازشون فرار بکنیم که ترس از اونها باعث میشه که ما از اونها فرار کنیم یعنی از اونها فاصله بگیریم در واقع اما ترس از الله ایزان بیننده ما رو به سمت الله میکشونه ترس از الله باعث میشه که ما بریم به سمت الله نه اینکه از الله فاصله بگیریم ما رو از الله نمیکنه ارتباط ما رو به الله قد نمیکنه ترس از الله باعث میشه که ما حرکت کنیم به سوی الله ما بریم به طرف خداوند و از هر آنچه که خداوند خوشش میاد و رضای خدا در اون ما بریم به سمت اون و هر چیزی که رضای خدا در اون نیست و خدا ازش بدش میاد و به ما گفته نزدیک نشید به ما گفته این کارا را نکنید این کارا را انجام ندید